New Citroën C4 and New Citroën C4X. مارک فرانسوی سیتروئن که حالا قول بین المللی شرکت استلانتیس، ترکیب فیات ایتالیا و کرایسلر آمریکا آن را تولید می کند، دو مدل جدید خودروی برقی عرضه کرد، C4 و C4X. و همچنین سیتروئن C5 یا C5 که می خواهد با خودروهای نسبتاً ارزان‌تر فرانسوی نظیر داسیا از شرکت رنو رقابت کند. نمایشگاه امسال با حضور بیش از 55 خودروساز از سراسر جهان بیش از نمایشگاه دو سال پیش مورد استقبال خودروسازان قرار گرفته. آنها از این فرصت برای عرضه خودروهای برقی و دوگان سوز استفاده می کنند، به ویژه برای رقابت با محصولات چینی. دوباره وقت مهمانی است و چیز حیرت آور امسال همینه، چون دو سال پیش فکر میکردیم نمایشگاه اتومبیل پاریس مرده، اما امسال 55 خودروساز اینجا حضور دارند. همه خودروسازهای واقعا بزرگ دنیا غیر از تویوتا آمدن که مهمه، به خصوص حضور خودروسازهای ملی فرانسوی. و جالب اینجاست که امسال مدل‌های جدید بسیار زیاد هستند. یکی از جاذبه‌ها غرفه رنوئه که مدل قدیمی R5 رو نو کرده و از مدل جدید 4L E-Tech رونمایی می‌کنه که 100% برقیه. برگ برنده خودروساز کره‌ای شرکت کیا موتورز مدل برقی جدید EV3 است که به گفته مدیر کیا اروپا میتواند 605 کیلومتر فاصله پاریس تا فرانکفورت را فقط با یک توقف کوتاه طی کند و در شهر میتواند 773 کیلومتر با یک شارژ براند. در برابر رقبای کره‌ای و چینی، خودروسازان اروپایی میکوشند بازار خود را حفظ کنند، مثل BMW که خودروی کلاس جدید خود را عرضه کرد و شرکت فوکس واگن که خودروی تمام برقی تایرون را معرفی کرد و گفت تا 5 سال دیگر 8 مدل برقی جدید ارائه خواهد داد. خودروسازان چینی می‌خواهند با محصولات جدید برای خود در بازار اروپا جاپایی باز کنند، اما به دلیل مقاومت اروپایی‌ها فقط 9 کارخانه یا 1/5 تولید کنندگان چینی در نمایشگاه پاریس حضور دارند، از جمله قول بازار چین شرکت بید و همچنین شرکت لیپ موتور. آنها میگویند تعرفه‌های سنگین خودروهای چینی در اروپا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و باعث کاهش استقبال مصرف کنندگان می‌شود. غرفه شرکت الکترالاین کسب و کار جدیدی را در نمایشگاه اتومبیل عرضه کرد که می‌خواهد مثل پمپ بنزین باتری انواع خودروهای برقی را شارژ کند. Simplicity to the maximum. بنیانگذار الکترالاین اورلاندو مو میگوید در جایگاه‌های شارژ باتری سادگی را به نهایت رساندند و اطلاعات، قیمت و نیازهای اولیه طوری به مصرف کننده عرضه می‌شود که شارژ کردن باتری به یک کار لذت بخش تبدیل شده. تسلا پرفروش‌ترین خودروی برقی جهان همزمان با نمایشگاه پاریس با خبر بد تصادف مرگبار با یک علامت راهنمایی در شهر نیور فرانسه روبرو شد که سبب شد اتومبیل تسلا شنبه گذشته آتش گرفت و 4 سرنشین آن جان باختند. I think Tesla is at the forefront of this. تسلا پیشتازه تکنولوژی خودرانه و طبعاً روی این فناوری روی تسلا تمرکز بیشتری وجود داره. بسیار نومید کننده است که چنین تصادفایی رخ میده که وحشتناکه و نباید پیش بیاد. اما بله، ثابت میکنه که فناوری خودران هنوز راه بسیار درازتری از اونچه خودروسازها آماده تایید اون هستند در پیش داره. روزنامه‌نگار فرانسوی کریستوف بورو میگوید نمایشگاه اتومبیل هرچند یک جشن است، اما در زمانی روی می‌دهد که بازار اتومبیل با دشواری روبروست. او میگوید بازار ماشین‌های برقی در اروپا با مشکل عدم استقبال مصرف کننده روبروست و آینده برای آن نامطمئن است.